در خانواده ما، من، پدرم و خواهرم به خاطر مشکلی که در شبکیه چشم ما هست قادر به دیدن نیستیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن نابینایی یه جور ناتوانیه یا خیلی از نابیناها منزوی هستن. ولی اینطور نیست. متأسفانه باید بگم که هنوز در جامعه ما برخورد درستی با معلولین نمیشه. ما گاهی شاهد رفتار ترحم‌آمیز و تحقیرآمیز از سوی مردم هستیم. این مسئله برای ما خیلی آزاردهنده است. فعالیت‌های من در زمینه موسیقی و نقاشی هست، به خصوص موسیقی. سلام عزیزم. به به به، خیلی مخلصی. میسم جون، حالت خوبه؟ ما با همکاری دوستان نابینا گروه موسیقی نابینایان رو تشکیل دادیم که حاصل اون انتشار یکی دو آلبوم و اجرای کنسرت‌های متعدد بوده. پدرم با شعرها و ترانه‌هاشون ما رو همراهی میکنن و همیشه ما از ترانه ها و آثار ایشون استفاده میکنیم. یه درخت قرص و محکم که تبر کم کمک بریشه هاش رسید و از معدود نابینایانی هستیم که در جهان برای اولین بار نقاشی کشیدیم. اون هم نقاشی رئال. من طریقه نقاشی کشیدن رو مرحله به مرحله آموزش دیدم و اون رو با تکرار و تمرین ملکه ذهنم کردم. انشالله به زودی قرار هست که نمایشگاهی از آثار نقاشی من برپا بشه. برای خیلی ها سواله که ما هم خواب میبینیم. بله، من گاهی خواب میبینم. رنگ ها و نور ها و تابلوهای نقاشی برای شنیدن موسیقی من اومدن و صندلی ها خالی هستند. من هاتف شرار هستم. درسته که ما بازتاب نور رو نمیبینیم، اما با نور زندگی میکنیم. دلها همه بیمار و بیمار و تو انگار نه انگار، سرها همه بردار و تو انگار نه انگار، یک سیب زنختان و دو بادام شفابخش، یک
قافله بیمار و تو انگار نگو. یک دل نه هزاران دل دیوانه عاشق از عشق تو سرشار و تو انگار نگو. در سایه بخشندگی چشم سیاهت یک خلق گرفتار و تو انگار پیغام نوشتیم به ایما و اشاره یک بار نه صد بارو تو انگار نگو. تو تکیه گهد سینه و دستان رقیبان من تکیه به دیوارو تو انگار نه انگار. اما بیتی که حذف شده بود لبهای تو از عهد فراسنگی و محمود صد بوسه به دهکار و تو انگار نگار. در مکتب انکار لب و خشم نگاهت قوغا شده سالار و تو انگار نه انگار. دیوانه چشمان سیاهت شده کیوان محتاج پرستار و تو انگار. ای بیادت هی هی و هی های من، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان و بسیار خوشحالم که فرصت کوچکی به من هم دادن که اینجا چند کلمه در خدمتون باشم. بله، همونجور که فهمیدن شعر انگار نه انگار از این آلبوم مال من است. تا حالا سروده های زیادی رو از من افراد زیادی خوندن، آقای همای دو سه تا خونده، آقای خانم موشین تافی یه دونه، آقای خدا رحمت کنه خدا بیامرزه، آقای فریدون فروغی رو که یکی رو داشتن ضبط میکردن که اجل مهلت نداد، بعد آقای رسا رئیسی اون آهنگ مجسمه رو خوندن و آقای استاد صدری که همیتون میشنسین حدود 12 تا از شعرهای منو با چیزی که هاتف خوند به دل خودم خیلی نشست و خیلی لذت بردم. واقعا کیف کردم، احساس کردم که شعر رو زنده کرد، یعنی اینکه پیام شعر در صدای هاتف کاملا مشهود بود. شعر رو باز بعد که فهمیدم خانم نرگس خانم شرار خواهرشون اینو دکلمه کردن بیشتر لذت بردم، خودم از شعر خودم بیشتر لذت بردم و به خودم امیدوار شدم. واقعا احساس کردم که منم شاعرم، یعنی حس شاعر بودن یکم بهم دست داد. شعر رو من دکلمه میکنم نه به خاطر دکلمه شعر، که چون در برابر نرگس خانم ما دستامون بلاست و دکلمه کیشون کردن بسیار زیباست، به این خاطر که یک بیت از شعر رو حذف کردن، حالا به دلیل ترس از سانسور ها، یعنی خودسانسوری کردن آقای شرار، آقای حاطب خودسانسوری کردن در اصل، ولی من میخوام اینجا اون بیت رو هم بخونم. هرچه باد آباد سر ما و تقدیر خدا.